كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم وبك نستعين. دوستان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلسلة دروس مقدمي جزري درس ما در باب الصفات بود که امروز هم ان شاء الله در درس 27 صفت انحراف بیان می شود. واو و یا ان سکنا و انفتحا قبلهما. و حروف اللین واو و یا است که ساکن ما قبلشان مفتوح باشد. و الانحراف صحها فی اللام و الراء. وانحراف ثابت يعني موجود است در حروف اللام وراء. در این بیت امام جزری رحمه الله دو صفات لازمه را ذکر کرده که صفت اللین و انحراف می باشد. البته که صفت اللین در درس گذشته بیان شد، در درس امروزی انشاءالله صفت انحراف بیان می شود. والانحراف صحیحا. و انحراف ثابت است یعنی موجود است فی اللام و را در حروف اللام و را. و بتکرير جعل این را ان شاء الله در درس آینده بیان میکنیم. در درس امروزی ان شاء الله فقط صفت انحراف بیان میشود. و الانحراف و صفت انحراف صحها ثابت است یعنی موجود است فی اللام و را در حروف اللام وراء، يعني حروف اللام وراء حروف انحراف مباشد، در انت حروف صفة انحراف موجود است. امام جزري رحمه الله در ان بيت حروف انحراف را واضح ذكر کرده كي حروف اللام وراء مباشد. وهمچنان صفة انحراف باید لغة واستلاحا تعريف شود. انحراف در لغت المیل عن الشیء، مایل شدن از یک چیز، این را انحراف میگوید. در اصطلاح میل الحرف بعد خروجه الى مخرج غیره، مایل شدن حرف است در وقت ادا کردن به مخرج دیگر. مایل شدن حرف است در وقت ادا کردن به مخرج دیگر، یعنی از مخرج خود مایل می شود با مخرج دیگر، این را انحراف میگوید. یعنی در وقت ادا کردن حروف لام، ببخشید، در وقت ادا کردن حرف لام، لام مایل می شود طرف مخرج را، و در وقت ادا کردن حرف را، را مایل می شود به طرف مخرج لام. یعنی وقتی که حرف لام ادا می شود، لام مایل می شود به طرف مخرج را، و وقتی که حرف را ادا می شود، در وقت ادا کردن حرف را، را مایل می شود به طرف مخرج لام، یعنی یک به طرف دیگر مایل می شود. این را انحراف می گوید. این بود درس امروزی ما که صفت انحراف بود. انشاءالله که در درس آینده صفت تکریر بیان می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.